به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دوستان عزیز، به سلسله درس های موشن گرافو خوش آمدین. و ما در درس قبلی در رابطه با لایر نور یک مقدار توضیحات دادیم و در این درس ما میریم که گزینه های دیگه مربوط به لایر نور را با هم کار کنیم. لایر نور فقط در محیط سه‌بعدی کار میده و در محیط دوبعدی هیچ تأثیر نداره. نوعیت اول لایت که از پوینت لایت است، این نوع نور همانند یک لامپ عمل می کند. نور مذکور اگر در یک محیط ایجاد شود، تأثیر خود را روی اجسامی که در اطرافش می باشد می گذارد. خب، ما بخاطر ایجاد کردن این نوع لایت میریم یک تا، البته اول بکگراند را تاریک کنیم که ما بتونیم که بهتر تأثیر پذیری از لایت را ببینیم. و یک تا به خاطر ایجاد لایه سه‌بعدی ما فقط گزینه نوشته را داریم که بتونیم که با او سه‌بعدی بسازیم. ما یک تا نقطه میگذاریم که البته نقطه بگذاریم یا هم ستاره بگذاریم فرقی نمی کنه، هر کدوم اینا را بگذاریم. ما میتونیم که روی خب روی از یه عدد ما کار میکنیم و مثال ایره ما میخواییم که سه‌بعدی کنیم و همچنان روی از این لایت پردیم. سایز ایره نمیشتر اگذارم یک مقدار کلان میکنیم. دست انتر میاریمش. حالی ما راست کلیک میکنیم روی از این و البته در قسمت انیمیت میریم و کلیک میکنیم Enable pre-rendered pre-character 3D. حالا ما کاراکتر خود را سه‌بعدی کردیم و در قسمت geometry setting در قسمت ما دی depth میتیم. بنابراین مثال 50 depth میتیم. حالا ما چون هیچ لایتی نداریم، فقط یک لایه صاف دیده میشه، صد میکنیم که دوباره بر شود. البته ما میتونیم که از قسمت پنل پروژکت و از قسمت ما میریم در قسمت ببخشید، ما در قسمت 3D draft هست یک قسمت و render setting هست. ما از قسمت ما میتونیم که کوالیتی ایره یک مقدار پایین بیاریم رندرینگ که یک ذره سریع تر برای ما نمایش بده در قسمت. خب ما ایره به ای عمق دادیم، میتونیم که بیویل هم بتیم. البته بیویل حال ددید نیست به خاطر که ما باید یک لایت پرتیم که ایره بتونیم به خوبی ببینیم. حال ما یک تا لایت ایجاد میکنیم، این ما بسته میکنیم از قسمت و نیو لایت. از قسمت ما میتونیم که برای لایت خود نام بدیم و گزینه‌های دیگه را ما توضیح دادیم. و نوع اول اسپات لایت هست. ما در قسمت ما میتونیم که برای لایت خود یک رنگ انتخاب کنیم و اون سال ما این رنگ انتخاب میکنیم و دیگه که انتنسیتی و روشنایش از اینجا میتونیم تنظیمات کنیم و تنظیمات به دهانش و همچنان کانفیدر اینا را کار میکنیم با هم و کسردو یعنی که شادو را سایه را روشن کنیم یا نکنیم. سایه را ما روشنش میکنیم و اوکی میزنیم. حالی لایت ما روشن شد و میتونم ایره تنظیم کنیم که در کدام قسمت قرار داشته باشه لایت ما و همچنان ما میتونیم که روتیشن ایره تنظیمات کنیم از یک قسمت و همچنان از محور دیگه ما میتونیم دوباره پوزیشن ایره تغییرات بیاریم. چون لایت ما خیلی تاریک هست، یعنی که انتنسیتیش پایین هست، فقط ما این مقدار از نوشته را در دید داریم. حالی ما
تنظیمات بیشتر ای لایت را میریم انجام میدیم. کنترل شیفت وای نه تنها سول سیتینگ، بلکه هر لایه که در قسمت ایجاد میشه ما میتونیم سیتینگ دوباره شه، مانند کامرا و لایت و سولید را تنظیمات دوباره شه بیاریم. در قسمت ما میتونیم که از کان انگل، یعنی دایره کلان را که میبینین، اندازه پخش لایت را خرد کنیم و یا که کلانش کنیم. خیلی ما ایرا طبق نیاز خود اندازش میگیریم و همچنان میتونم که روشنایی ایرا بیشتر کنیم، تاثیر پذیریشه. به شکل و همچنان شما میتونید کانفیدر در این قسمت، البته روی یک سطح هموار اگه ایلایت را پرتین، این تاثیر پذیری کانفیدر را در قسمت بیشتر میبینین و کاست شدو از این قسمت سایه ایجاد کنه یا نکنه، او هم اگر جسم دیگه در پیش سرش باشه بهتر میتونین بفهمین که وقتی سایه جار میکنه چه قسم است. ما اوکی میزنیم. نوع دومی لایت که هست اسپات لایت هست. این نوع نور به صورت یک دایره بر روی اجسام میتابد و یک جهت مشخص دارد. چراغ دستی یک مثال خوب برای این نوع نور می باشد. اسپات لایت یا نور جهتی، شبیه نور چراغ یا همچین چیزهای، ما میریم این نوع لایت را هم در قسمت ایجاد میکنیم. لایت و نوعیت ای را به اسپات لایت، البته ما اسپات لایت همین نوع نوری بود که ما تا حالا توضیح دادیم. در واقع این اسپات لایت نور شبیه چراغ است و ما تنظیمات زیر کار کردیم و اسپات لایت را، پوینت لایت را حال ما کار میکنیم. پوینت لایت ما رنگ از ایره ما به مثال از اینجا تغییر میتیم به زرد. ما تنظیمات شتابی این رنگ را داریم، نور را داریم در قسمت و فالاف را داریم. فالاف شما میگیم سموت باشه، به مثال ریدیوس و چیزهای شما میتونیم که تنظیم کنیم. ایره میتونیم شما بیشتر در قسمت تجربه کنین و تنظیمات بخش کان انگل و کانفیدر را نداریم، چون یک لایت شبیه گروپ که در سقف نصب میکنین به شکل نو لایت هست. ما میتونیم که این را موقعیتش به شکل تغییر بدیم. این زاویه نداره که ما بخوایم تغییر بدیم، نیاز نداریم که روتیشن کنیم بیچرخانه میشه به شکل. چون در این قسمت دو تا لایت شده بود، خیلی روشن شده بود و سفید کرده بود، ما میتونیم که در این قسمت دو تا ویو داشته باشیم. چون ما صفحه ما خورد هست قسمت را نمیبینیم، دو تا ویو. از این قسمت ما حالی میتونیم تنظیم کنیم که لایتی پونت لایت ما که حالی سلیکت هست در کدام قسمت قرار داشته باشه، حالی بهتر میتونیم تنظیم کنیم. ببینید ما از این قسمت تاثیر پذیری از لایت بنفش خود داریم که اسپات لایت هست به این شکل. از این قسمت ما لایت پوینت لایت را داریم که به این شکل تاثیر پذیری داره روی نوشته ما. شما میتونید که همچنان رنگ پوینت لایت را کنترل شیفت وای میتونید بعدا دوباره رنگش را تغییر بدید. شما میتونید که رنگ پوینت لایت را با زدن کنترل شیفت وای دوباره تنظیم کنین و به نام مثال رنگ سرخ را انتخاب میکنین، سرخ کاملا تیره. اوکی، ببینید کاملا یک حالت زیبا شکل گرفت. شما میتونید این هم از بنفش به شکل آبی تیره تغییر بدین. اوکی، حالا ببینین به این شکل یک ستایل گرفت نوشته ما. گزینه دیگه پوینت لایت و اسپات لایت را با هم کار کردیم. اسپات لایت به شکل و پوینت لایت به شکل.
لیر نور خب پارالل لایت این نوع نور تقریبا همانند نور دایره‌ای عمل می کند، ولی با این تفاوت که جهت تابش آن موازی با منبع آن می باشد. آفتاب یک مثال خوبی برای این نوع نور است. شما می توانید که با استفاده از این دو نوع لایت هم یک شای سیبودی تونه لایتینگ کنین، و همچنان این دو تار ما خاموش میکنیم لایت های خود، دو نوع دیگه لایت استفاده میکنیم، نیو و لایت میریم، نوعیتش پارالل لایت در اول هست، و ما در قسمت پارالل لایت ما میتونیم که رنگش تغییر بدیم، به عنوان مثال ایره ما تنظیم میکنیم لایت سبز باشه، از اینجا روشنایش تنظیم میکنیم و فال آف و کست شادو. این تنظیمات خیلی کمتر داره نسبت به دیگرش، چون شادو دیفیوژن را نداره. اوکی دی نو لایت فرق نمی کنه که فاصله ای با شاید ریدی ما چقدر باشه و همچنان در کجا موقعیت داشته باشه، فقط دی نو لایت مهمی است که چرخشش به کدام زاویه باشه و از همون طرف شاید سبودی ما را لایتینگ میکنه، و دی نو لایت شبیه لایتی نور آفتاب تاثیر پذیر داره. خب از این قسمت ما روتیشنی را میخواییم تغییر بدیم. خب شما میتونید که روتیشن را با زدن کلید R از کیبورد هم روی لایت ترانسفورم پوینت آف انترست و پوزیشن، شما خب میتونید با پوزیشن و پوینت آف انترست کار کنید. پوینت آف انترست این نقطه هست، شما میتونید ایره تنظیم کنید به شکل شما، چون نور ما به این زاویه به صورت مستقیم تابیده میشه که یک مقداری این نور خود روشنایش کم کنه. البته این نوع لایت ما قابل روتیشن یا چرخش نیست. ما میریم و تیرگی رنگ خود یا فشار رنگ را مقدارش را تغییر میدیم، کم میکنیم، چون رنگ خیلی نور خیلی تیره هست و روشن هست. سطح انتخاب کردیم، کنترل شیفت وای دوباره تغییر میدیم، سطح هم خیلی کم شد 150، مقدار مناسب خواهد باشه. طبق نیاز پروژه‌تان میتونید که رنگ انتخاب کنید. همچنان شما میتونید از امبیلن لایت به صورت کل یک لایت ریدیتان لایتینگ کنید. این نوری است که اگر در یک محیط قرار بگیرد تمام محیط را روشن می‌سازد. این نور به محل قرارگیری بستگی ندارد، در هر نقطه‌ای که قرار داشته باشد تأثیر پذیری یکسان در تمام نقاط محیط خواهد داشت. و یک تا امبیان لایت اینجا میسازیم، لایت امبیان لایت، و رنگی امبیان لایت را به عنوان مثال ما این رنگ را میگیریم و اوکی. در امبیان لایت کنترل شیفت وای پس میاریم، فقط ما یک تنظیم داریم در قسمت خود امبیان لایت، دو تا تنظیم رنگ و شدت. شما میتونید از این قسمت هم تنظیم کنید که چه مقدار شدتش باشه به شکل. به شکل ما بدون نو نوشته سیبودی خود لایتینگ کردیم، و هر شیوه که شما برای خود شما جالبتر جذابتر باشه شما میتونید از اون شیوه استفاده کنین و لایتینگ کنین. درس ما مربوط به لایت در قسمت با پایان میرسه، و
تا درس آینده شما را به خداوند یک تمت برین. الله یارو نگهدار شما.